سلام خدمت همه دوستان زومیتی، با یه ویدیو دیگه همراه شما هستیم. میخوایم بریم دو تا از روش های امنیتی که روی هواوی میت 20 پرو پیاده سازی شده رو با هم دیگه یه بررسی عمیقی روشون داشته باشیم. همونجوری خودتون میدونید و سر مراسم هواوی هم دنبال کردین، دیدین که تکنولوژی تشخیص سه‌بعدی چهره به دستگاه اضافه شده بوده، چون برای اولین باری که شاهد استفاده از سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش به صورت خیلی گسترده تو یک پرچم‌دار هستیم. بقیه شرکت‌ها این تکنولوژی آورده بودن، ولی خب شرکتی مثل اوپو یا حالا بقیه شرکتی که ازش خیلی به صورت گسترده و انبوه توی پرچم‌دار شاهدش نبودیم، تا اینکه هواوی میت 20 پرو این کارو انجام دادش. البته خب بعدش هم شاهد استفاده وان پلاس 6T بودیم. در هر صورت این دستگاهی که ما اینجا داریم از این دو تا راهکار استفاده کرده و قراره که از اول ستاپ اولیش رو با هم دیگه داشته باشیم، بعد بریم جلوتر یه چند تا حرکت روش بزنیم ببینیم که واقعا میتونیم بهش اعتماد کنیم یا نه. با من همراه باشید. میت 20 پرو واقعا دستگاه جذاب و خوشگلیه که حالا حتما بررسی متنش توی زومیت میخورید و منتظر بررسی ویدیویش باشید. من باز میکنم، وارد قسمت تنظیمات میشم، میرم تو قسمت سکیوریتی. خب هم فینگرپرینت آیدیو داریم هم فیس ریکگنیشن رو. حالا من با فیس شروع میکنم. اول خب باید یک رمزی اینجا که از قبل وارد میکردیم و بزنیم. خب کار صورت رو باید انجام بدیم، این یعنی باید صورتمون رو ما اینجا بچرخونیم، داره آموزش میده تا اینکه این نواره کامل پر بشه. من این رو میزنم. خب صورت ما رو شناخته، میبینید که با حرکات سریع خودش هم راهنمایی کرد. بگیرم بالا، خیلی باحاله. من به هر طرفی که میچرخونم نواره اون طرف پر میشه، این طرف و تمام. فیس رو کامل شناسایی کردش. بعد دیت خیلی خوبی هم داره. ببینید حالت اولش اینه که من دستگاهی که روشن میکنم دقیقا قفلش باز میشه، شناسایی میشه و بعد سوایپ کنم. البته اینو میتونم عوض بکنم، یا دوباره رمزمان بزنم، میتونم بکنم دایرکت آنلاک باشه اصلا. یعنی خیلی سریع بود. یه بار دیگه امتحان کنیم. اصلا اون انیمیشن از اولش خیلی داره سریع میگذره. خیلی خوبه، کامل شناسایی کرده، ولی بدون عینک چی؟ امتحان میکنیم بدون عینک. کامل شناسایی کرد. حالا مثلا دهنمو بپوشونم. اینجا دیگه شناسایی نکرد، دهن شناسایی کرد. دهنمو بپوشونم، شناسایی نمیکنم. چشمامو هم میبندم. چشما بسته. چی شد؟ چشما بسته است؟ باز میشه با چشمای بسته. من باز شد، درسته؟ آره. اما یه نکته رو بهتون اشاره بکنم که تأثیر چشم توی سنسور تشخیص چهره به صورت سه‌بعدی خودتون میتونید انتخاب بکنید که یا باشه یا نباشه. ما حالا یه عینک دودی هم هستش، با عینک دودی هم امتحان بکنید اونجا چه اتفاقی میفته. خب به به عینکش. خب شناسایی کرد، باز شد، خوبه خوبه خوبه. دوباره امتحان میکنیم، شناسایی میکنیم. انیمیشنش خیلی سریه، البته به سرعت وان پلاس و اینا نیستش، اونو خیلی سریع تر بودن. یعنی حتی هم اون یه تیکه انیمیشن اولش هم اصلا نمیدیدیم ما، بس سریع دستگاه باز میشدش. خب اینا که ما بزنم بریم سراغ اثر انگشت زیر صفحه نمایش که یه قابلیت خیلی جذابی به شمار میادش. من ستینگ رو باز میکنم، میرم قسمت سیکیوریتی، فینگرپرینت آیدی رو انتخاب میکنم. خب نیو این اسکرین فینگرپرینت، این سه جدیدیه. خب اول من راهنمایی میکنه که من نکته رو بهتون اشاره بکنم، این سنسوری که حالا داره زیر صفحه نمایش قرار میگیره محدود به کل صفحه نمایش نیستن، فقط یک ناحیه است که خودش هم به صورت نرم افزاری کمکمون میکنه که فقط باید اونجا دستمون رو بذاریم. اینجوری نیست که هر جایی خواستیم استفاده بکنیم. من انتخاب میکنم و حالا باید اولین انگشت رو به دستگاه شناساش رو انجام بدم. اون قبلش که ما امتحان کرده بودیم واقعا مرحلهش طول میکشه دیگه، حالا خودتون ببینید. خب اول میذارم یه قسمت، بعد اشاره میکنه پایینتر. میبینید دیگه تو این قسمتی که مشخص شده من دستم رو قرار میدم، یه مکس کوچیکی میخواد که یه ویبره ریزی میزنه و شناسایی انجام میشه. دوباره میذارم، من یه تیکه شد دستم رو بالا میگیرم، میبینید یک نور سبز رنگ خیلی زیادیه که منتشر میشه و تشخیص داره انجام میشه. نمیشه. خب حالا اشاره میکنه که کناره ها رو باید بزنیم.
کناره ها بعضی وقتا مثلا ویبره میزنه ولی هیچ چیزی به اون قسمت بالا اضافه نمی کنه. قسمت پایین، قسمت کناری. خب دوباره قسمت بالایی کم میشه، دوباره با قسمت بالایی بزنی، دوباره قسمت بالایی رو بزنی، دوباره قسمت کناری رو بزنی، دوباره این کنار، دوباره قسمت پایین و باز هم قسمت پایین و باز هم قسمت پایین. انگار خیلی باز هم پایین رو میخواد. خب تموم شدش. دقیقا همون جوریم که قبلا امتحان کرده بودیم و خواستیم خودتون هم ببینید، شناسایی کردن اثر انگوش کار زمانبریه، یعنی یکم طول میکشه. خب خیلی راحت نیستش. من اوکی میکنم، برمیگردم. بسیار خب، این حالت اولش میاد چهره رو تشخیص بده که حالا من یکم کجش کردم که چهره رو نبینه. بعد خودش قسمتی میاره که میتونیم تو این ناحیه اثر انگشت رو قرار بدیم. انگشت رو میذارم، با یک انیمیشن خیلی جالبی دستگاه از قفل در میادش. خیلی جالب بودش. دیدین که فقط یکم مراحل اولیه‌اش سخته، وگرنه استفاده کردن ازش کار سختی نیستش دیگه. همین خیلی راحت دستگاه باز میشه، امتحان میکنیم. حالا یکم کچتر بذارم، بازم داره شناسایی میکنم. یه انگوش دیگر قرار میدم، منطقه نباید شناسایی بکنم، یکم این اتفاق هم افتاد. خب خوبه، اینی استفاده کردنش کار خیلی سختی نیستش، مخصوصا انجایی هم که قرار گرفته، یعنی خیلی راحت با یه انگوش میشه دستگاه رو باز کرد، قرار داد و آنلاک کرد. جالبه. ولی حالا من میخوام یک انگوش دیگه هم به شناساییشو انجام بدم و بعد مثلا یکم دستمون جوهری بکنم، چون میدونید شما اینجا صفحه نمایش حکم کار خیلی مهمی رو داره انجام میده دیگه. اگر خط برداره صفحه نمایش تاثیرگذار میشه این ناحیه، مسلما شناسایی بدتر انجام میشه، یا اینکه اگر انگشت شما خیس باشه باز هم شناسایی انجام نمیشه و خلاصه یه همچین دردسرایی داره. ولی من یه انگشت دیگه هم به شناساییشو انجام بدم، اینه که انگشتمو شناساییشو انجام بدم تا با یک حرکت خیلی ساده امتحانش ببینیم چه اتفاقی میفته. من یه انگشت دیگه هم به دستگاه کار شناساییشو انجام دادم، حالا امتحان میکنیم با هم دیگه. خب خیلی راحت باز شدش. ولی برای مثال یکم دستمو استامپی میکنم و پاکش میکنم، خیلی استامپی زیاد شد. خب بسیار خب، تقریبا دستمو استامپی کردم، نمیدونم تأثیری داره یا نه، با هم دیگه امتحان میکنیم. خب مشکلی نداره، جاش موند، ولی خب بازم داره شناسایی راحت انجام میده. خب بازم بیشتر، حالا یکم بیشتر، خیلی دیگه جوهرش کردم و تا میکنیم. باز هم شناسایی کرد، خیلی جالبه، داره شناسایی انجام میده. نه به نظر میاد قدرت دنیل شناسایی اثر انگشتش قدرتش خوبه، ولی خب دیگه حالا اگه که خیس باشه یا اینجور موارد شناسایی نمیکنه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اگر گلس داشته باشیم چه اتفاقی میفته. گلس هیچ مشکلی منافاتی با این قضیه نداره، البته اونجوری که حالا گفته شده و این موارد هیچ منافاتی باش نداره، چون بالاخره شیشه است دیگه، کارشو انجام میده، اون نوری که بر ساطع بشه انجام میشه، منافاتی باش نداره. ولی خب دیگه دستمون نباید خیس باشه، که البته میخواهید اینا با هم تستشو انجام بدید. من بهتون گفتم که آب شناسایی نمیکنه، ولی گفتم اصلا بذار بهتون نشون بدم این قضیه رام آب آوردم و خب حالا این انگشتم دیگه به خاطر اینکه استامپی بودش دیگه با این امتحان نمیکنم، با همون شستم امتحان میکنم، خیسش میکنم، خیس دیگه، خیس، و بعد موقع شناسایی ارور میده و شناسایی انجام نمیشه. بله شناسایی انجام نمیده، پس دستتون خیس باشه. حالا دیگه چالش سخت‌ترش هم نمیخواد بکنیم دیگه، من اینو پاکش بکنم، حتی اگه با همون دستم که استامپی بودش اونم خیسش بکنم دیگه قاعدتا هیچ دیگه، دیگه کلا شناسایی انجام نمیده. این دوتا راهکار واقعا خوبه و کارآمدی هم استفاده شده، هم شناسایی تشخیص چهره خیلی خوب انجام شد و شناسایی سنسور اثر انگشتش هم سرعتش خیلی خوبه، یعنی تو اتفاقات روزانه که دارید انجام میدید با دستگاه خوبه، راحت میتونید باش کنار بیاید، اذیت کننده نیستش. ولی اگه دستتون خیس باشه شناسایی انجام نمیده، مشکلی هم با گلس نداره. خیلی ممنون که این ویدیو رو دنبال کردید، حتما بررسی این دستگاه رو تو زومیت دنبال کنید.